این روح هر مقدسی در وقت اجابت میتونه الان باشه، میتونه همین الان باشه. از این روح هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که آبهای بسیار سیلان آید، به سیلان آید یعنی آشوب، یعنی مشکلات، یعنی سختی ها، هرگز به تو نخواهد رسید. هرگز. دیروز من به عزوه جان یه سگ کوچیک مالتیز داریم به نام فلافی، آره فلافی، ستایی رفتیم برای قدم زدن. خب منم معمولاً از صبح زود که بلند میشم و پنج منجوریم شیش کلام میخونم، دعا میکنم، برای یه سری از موضوعات دعا کرده بودم. ولی وقتی که اومدم از خونه بیرون باور کنید احساس کردم چقدر سنگین هستم و به خاطر فکرها حالا مال کلیسا از خودمونیم، دیگران هستن که به من زنگ میزنن از ایران، مشکلاتی که دارن عزیزان، و با این سنگینی قدم برمیداشم. اما موقع رو قربادس من مرزم کرد دعا کن. حالا با خودم یه جنگی درمونی بود، گفتم حالا آمدیم بیرون داریم قدم میزنیم دارم من دعا کنم، یکی از صبح دارم دعا میکنم، ولی موقع قربادس با قلبم صحبت کرد دعا کن الان وقتشه. مزمور 32 آیه 6 که الان خوندم براتون، الان وقتشه. برام جا نگفته باور کنم و گفت میخوام این بار سنگین رو بردارم. متا 11:28 این تمامی زحمت کشان و گران باران بیایید نزد من تا اون بار سنگین رو بردارم. و همون موقع گفتم حضور جان بیاد با هم با هم متحد بشیم و دعا کنیم. و شروع کردم دعا کردن. رفتم توی رویا، توی رویا دیدم سنگ های خیلی بزرگ روی من همینطور آویزونه با تمام و من دارم به سختی هم بعضش هم تو دستم هست، حتی تو جیبای من هم سنگ بود و همه تمام بدن من این سنگ ها. و همون موقع که دعا کردم خدا من دعا من حقیقتا این رو میسپرم به تو، من میخوام از اینها آزاد بشم، از تمام اینها. بعضی از سنگاش مال خودم بود، بعضیش مال کلیسا بود، بعضیش برای بچه هام بود، بعضیش برای شما عزیزان بود. اما چرا من باید حمل میکردم اینها رو و من داشتم اینها رو حمل؟ اما این مزمور 32 آیه 6 منو نجات داد به توسط روح القدس. و یک بار دیدم تمام این سنگینی برداشته شد. و باور کنید زیبایی خاصی محله خودمون رو دیدم. خب زهر جان که همیشه زیبا میبینم کنار خودم لذت میبرم، اما باور کنید از این که ستایی با هم هستیم، دوتایی ما داریم میریم، این سگی ما فلافی هم داره میده، اصلا یه لذت خاصی اومد تو دلم. گفتم بعد به زهره جان گفتم زهره جان من الان از این بار مشکلات و سختی ها همین الان آزاد شدم. کلام خدا رو بخون، خدا میخواد کمکت کنه که تو رو آزاد کنه. لحظه ای نشد یه خانم محسنی من زنگ زد و گفت داره مشکلاتی هستم که اونم مشکلاتش کاملا مال بچه هاش بود. و من با عبرت خدا وقتی که این رو برای خواهر گفتم، این آیه رو گفتم، زد زیر گریه. ایماندار بودش، گفت چقدر آزاد شدم، چقدر راحت شدم. بار و مشکلات تو مطابق کلام خدا بده به دست مسیح و مسیح تو رو آزاد میکنه. مسیح به تو آرامش میده. کلام خدا برای این هست. کلام خدا ما داده نشده ما معلم بشیم، حتما واعظ بشیم. کلام خدا ما داده شده تو در اون آزادی و اون آرامش قرار بدیم. شاعر میگه دلم یک یار میخواهد که همراه هم شود عمری. میخواد شما چه یاری؟ آمین. پس میتونی بگی آمین. ما چنین یاری داریم، مسیح. دلم یک یار میخواهد که همراه هم شود عمری، که دردم را دوا باشد، که درمانم کند عمری. دلم یک یار میخواهد که عمری همدمم باشد، بگیرد دست تنهایم، به من عشقی دهد عمری. آمین. و عیسی مسیح این رو به ما داده. بازم یک بار دیگه میگم مزمور 32 آیه 6 لطفاً حفظ کن در زنده. از این رو هر مقدسی، شما مقدسین هستید، در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که مشکلات و سختی ها هست خداوند به داد ما خواهد رسید. آمین.